این کیک پنبه‌ای و پوک میتونه پایه خیلی از کیکاتون باشه. من با کشمش درست کردم. شما میتونید از انواع مغزیجات و میوه ها استفاده کنید و داخل این کیک به کار ببرید. طعمش هم خیلی عالیه و راحت هم درست میشه. 4 تا تخم مرغ، 1 لیوان شکر سرخالی، نصف قاشق مرباخوری وانیل و 1 قاشق مرباخوری رنده پوست پرتقال. همه رو با هم انقدر میزنیم تا رنگش روشن بشه و یه مقدار کش داد. حالا 2/3 لیوان روغن، یه مقدار هم میزنیم. 1 لیوان شیر داریم و 1/2 لیوان ماست. همه رو با هم خوب ترکیب میکنیم. این کیک 4 تخم مرغی رو من توی قالب 27 سانتی درست کردم. شما اگر خواستید قطر این کیکتون بیشتر بشه میتونید از قالبی که 2-3 سانتی کوچیک‌تر باشه استفاده کنید، ولی ممکنه به این قشنگی در نیاد. حدود 15 گرم بیکینگ پودر لازم داریم که تقریبا میشه 1.5 بسته از این 10 گرمی ها. 2/1 لیوان آرد داریم که 3 بار الک میکنیم. بیکینگ پودرمونم با آردمون ترکیب میکنیم و بعد از 3 بار الک کردن به مایه کیکمون اضافه میکنیم. البته توی 2 یا 3 مرحله آردو اضافه کنید و خوب ترکیبش کنید تا گلوله نداشته باشه. نصف کشمش رو با یه مقدار کم آرد ترکیب میکنیم و به مایه اضافه میکنیم. این مقدار کشمشی که میریزیم تقریبا میره ته کیکمون. بقیه کشمش رو بدون اینکه آرد بزنیم بهش میریزیم روی کیکمون. کف قالب و دیواره هاشو چرب میکنیم و یه کاغذ روغنی هم کف قالب میندازیم و دوباره روشو چرب میکنیم و آرد پاشی میکنیم. اینطوری خیالمون راحته که هیچی از کیکمون به قالب نمیچسبه. مایه‌مون رو میریزیم توی قالب و روشو کشمش میریزیم و میذاریم توی فر. البته با دمای 180 درجه حدود 40 دقیقه و حتما فر رو از قبل گرم کرده باشیم. سعی کنید وقتی کیکتون آماده شد همون لحظه در فر رو باز نکنید. حالا یا مایکروفر اجازه بدید 5 دقیقه بمونه و بعد کیک و قالب رو بیارید بیرون. این کارو کردم به خاطر اینکه یکم از کشمشا بره وسط کیکمون. 2-3 بار روی تخت کار میزنیم تا حبابش خارج بشه و بعد میره برای آماده شدن. دوستای خوبم اگر این ویدیو رو دوست دارید حتما برام لایک بذارید که واقعا انرژی میگیرم. اینم از کیک پنبه‌ای و کشمشی ما. حتما درستش کنید. خیلی کیک خوبیه. روی کیکمون رو یکم شربت یا حتی میتونید از آب مربا استفاده کنید روی کیکتون بمالید و پودر نارگیل بپاشید روی کیکتون. دوستای خوبم امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه.
اگر تا بخواد سابسکرایب نکردید، لطفاً زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی به موقع براتون بیاد.